سلام برعکس یوتیوب هلو گایز با جیدار بزرگ بین بین بون بون خب آقا دومانم تورنتو چقدر حال میده که اینکه همه چی صافه یعنی چی همه چی صافه؟ نه بالا میره نه پایین دشتیه برای خودش دیگه او با بنزین هم بزنیم چه خوب مستقبری بنزین هم داریم ها هنوز من نمیدونم چقدر داریم ولی هنوز چراغش حتی روشن نشد خب وقتی روشن شد 40 کیلومتر داریم شب میزنم دیگه تا استودیو آریان میری ردیفه آره شب میزنم موقع برگشت میام خون میزنم اشخاص خب بیبی با جیدال جونم اول به من میگی جیدال از کجا شروع شده بله 100% جیدال مخفف فامیلیمه به انگلیسی با جی شروع میشه به فارسی با دال تمام میشه آ دال منظور دی بوده؟ آره سو در واقع جی دی اسمه نه غنی نژاد فامیلیم به انگلیسی با جی شروع میشه به فارسی با دال تموم میشه خب میگم دال دیگه یعنی دی منظور جی داره. آره دی اگه به انگلیسی بخوام بگیم آه دالش دی داله اوکی چقدر جیش... دالش فارسیه جیش انگلیسیه جی دال او چقدر باحال اینکه رپ یه سبک امریکاییه ولی ما به فارسی ارائهش میدیم آقای چقدر خوب باشه خب خیلی تو یوتیوب کم کار شده چرا؟ آره کسچره یوتیوب ایرانی من از همه بذاره یعنی وقت کنم میرم سراغشا با ذوقشو ندارم الان خیلی خیلی رو آهنگام دارم کار میکنم و روی مثلا میوزیک ویدیوها و دارم برنامه کنسرت ها رو میچینم و امسال مسافرت دارم و اینا همه آماده سازی داره یوتیوب باید بشینی وقت بذاری روش بعد باید سوژه پیدا کنی واقعیت امرم چند تا برنامه مثلا بارها درست کردم و اینا از بین مثلا یه عالم برنامه‌ای که درست کردم مثلا دو تاش میگیره اون دو تایی هم که میگیره فقط اونایی که داری کوسچر میگی آ دوست نداری که آره از زیاد تو مود کوسچر گفتن نیستم الان حقیقتا خب نه بذار من اینجوری بگم به نظر من هنری دوست دارم این چیزی که هست به نظر من اگر کوسچر درست کنی اگر کوسچر درست کنی خیلی سریع‌تر ویور جمع میکنی چون مردم خب انترتینمنت رو بیشتر دوست دارن ولی اگر همون کاری که تو میکنی بکنی آرومتر درست میکنی ولی فالوورهای پایدارتر و لانگ ترم تر ببین حالا برنامه‌ای که خیلی بگیره و اینا یه چند تا آیدیاشو دارم درست کنم واقعیت هم میگم هنوز تو من یوتیوبه اونقدر چیز نکرده میدونی چی میگم دکمش خب آرتیست هم هستی دیگه یه کامیدیانه بود میگفتش که کامیدیان ها خیلی آنفرن تمام زندگیشون کار میکنن کامیدیان شن بلکه کامیدیان شن اولین سوالی که ازشون میپرسن این که میتونی بازیگر بشی مثل اینه که این نفر تمام زندگیش سر کنه آشپز بشه بلکه آشپز میشه بگم میتونی بری درخت بکاری واسه هم یعنی میوه بکاری میگن چی میگه حتی کامیدیان هم یه جور بازیگر هم تکنیکلی ولی نه دیگه آره استوری تلر با بازیگر از هم فرق داره کمدین یه ترم تئاتراله به اصطلاح یه ذره اگه اشتباه نکنم دیگه اینا رو معتو میپرسن یه روزی هم یکی ازم میگم واسه زنم زنم میخوای تیشرت هم سعی کنیم بخونی بخونی ژاپنی نوشته نه انگلیسیه بجایی نوشته پولیچات یه با فکر کن اولیشی که دارم درست میگم سر درسته اولیش اولیشت لحچه شده اشتباه میگی اولیچت این نوشته من نمیگم این چیزه عرف دیمانیتایزت نمیگم این جوکا دیمانیتایزت میکنه تارو آنکل راجر هستش ایموشنال دمیج خیلی خوب خب آقا الان تو زندگی کجایی؟ جای خوبی هم دوست 5 سال دیگه میخوای کجا باشی؟ جای بهتری باشم نه دقیق تر بگو این تا لبه رنگ ماشین تمام که بگی قبوله ببین 5 سال دیگه دوست دارم حقیقت هم رو بخوای خواننده باشی دایرکتور باشی نه 100% خوانندگی بابا باشی تا 40 سالگی ریلکس میخوام رپ رو ادامه بدم خیلی هم پیگیرتر از قبل یعنی الان خیلی دارم وقت روی رپ میذارم راست شو بخوام چلی وقت مرگ دیگه دارم بعد از اونجا به بعد وسطاش دوست دارم بزنم توی کارگردانی خیلی دوست دارم این کارو
من خودم چون چه سالمه فرصتش پیش بیاد انجام کارگردانی ها تاروجی درست کردی؟ میوزیک ویدیو درست میکنم دیگه با میوزیک ویدیو درست کردن فقط مال خودت یا مال کسی دیگه؟ مال خودم دارم درست میکنم چند وقته ولی خب مال بقیه هم درست میکنم اتفاقا به زودی میخوام اعلام کنم که میخوام واسه بقیه هم درست کنم یه تیم اونجا جمع کردیم من آینده‌ای دارم تو این داستان میوزیک ویدیو یا یوتیوب بک‌گراند بیام تکانی بخورم تو یوتیوب داری خودت بکنم من یوتیوب خیلی دوست دارم خودم شخصا آره اصلا آینده هم داری توش احساس می‌کنم من امیدوارم یعنی آینده خوبی داشته باشه بخاطر که من فقط میخوام آدم‌ها رو بهتر کنم هیچ پوینت دیگه‌ای ندارم و اگه تو این پروسس منم فیم بهم بیاد و پولم بهم بیاد هر جفتش رو دوست دارم یکی از یکی بیشتر سو من همیشه میگن یه چیزی رو به یه دونه گلی تو دیگه بچه معروفی هستی برای خودت نه خیلی مونده بچه های شما من زیادت میکنم زیاد لبل شما اصلا حساب نمیشن یه دونه ویدیو داشتن نگاه میکردم تو تیک تاک یه پسری دونه یک گفت Guys on 50,000 بعد یا هفتش دو سرشو بلان کردم بعد هر کی سرشو تا کومیدا زیرش میزد 1,800,000 2,000,000 نه 1,700,000 هم میگه وقتی دوستات همه معروفن واسه همین منم از اونا من اصلا چیز ندارم این وقتی مثلا همه مثلا میگن واو 60,000 تا فالوور داری مثلا اینجوری هم احتمالا بهزاد اینو تو یه روز میگیرم رابطه رو چجوری میبینی؟ اگر من همیشه میگم آدم ها نباید تو سن 20 تا 30 دوست دختر داشته باشن با این موافق یا مخالف؟ فکر میکنم باید موافقم خیلی ضربه میخورم سن 20 تا 30 حکم قطعی نباید صادر بکنی دیگه بستگی به آدمش رو چجوری و کجاش و چی و اینا داره دیگه ببینی اینو من از کجا شروع کردم گفتن؟ این نظر من نیست یه یارو میاد نظر استاد چانه؟ در همون لول ها میگه که آقا اگه بیل گیتس با زنش دعوا شه پیش کی میره؟ اگه ولادیمیر پوتین با زنش دعوا شه پیش کی میره؟ خیلی سوال قوی بود. و قشنگ گفت میام پیش من. گفت من آدمی ام که دیگه مثلا تای خط رابطم. و اون میگه اگه من دریوس پدر اگه بخوام یه درس به آدمو بدم. که... یه روانپزشک که خیلی قوی دنیاست. نمیدونم. من چون اسمم مثلا مهم نیست مثلا هیچ وقت پوینت برام مهمه. بعد گفتم که بعد میگه که من اگر بعد از دیدن هزاران هزار آدم متفاوت و کاپل و ماپل و اینا بخوام یه درس به شما بدم اینه که آقا تو سن 20 تا 30 سالگی دوست دختر نگیری چرا چون نه آره ولی چرا بگم میدی چون میگفت علی 22 ساله علی 30 ساله رو نمیشناسه آره چجوری علی 22 ساله که خود دایوسش نمیشناسه میخواد به یه دختر دیگه رو بشناسه میدونی خیلی پوینت بزرگیه خب اگه کسی به من نگفته بود منم دنبال عشق بودم و دنبال کثافتکاری و ولی مثلا خیلی بهم ضربه خورد بعد خیلی از دوستای چیزم هم دیدم که مثلا توی رابطه واقعا دخترها خیلی گرگن خیلی دخترها واقعا نابود میکنن یعنی رابطه رو وقتی من میبینم دخترها وقتی توشن خوبن ولی به محض اینکه توش میرن بیرون انگار مثلا انمی هستی اینو من چرا نتونستم بفهمم چرا دخترها مثلا یه دونه ویدیوش هم نگاه می‌کردم همین امروز صبح به دخترم گفتم که پیغام دو سه دوست پسر قبلی چیه همه فوش خوار مادر شقایم واسه بعد پسرها میگفت یه دخترش میگه یه دونه پسر یه دختر یه پسر بعد پسرها میگفتش که امیدوارم هر جا که هستی خوشبخت باشی زندگی خوبی داشته باشی ما با هم نمی‌خوردیم نو هارد فیلینگ ببین مثلا من اینو واقعا میبینم خب و نمیتونم بفهم که چرا سوسیتی داره میره به این سمت و هیچی نمیگه و خیلی داره بد میشه یعنی مثلا من نگران فمینیسم افراطی داره اصلا فمینیسم تموم شده فاشیزم میشه آفرین دوستا میبینی اینو آره دقیقاً جدی یاد زنده یا هیتلر رو دارن زنده میکنن حیاتا شد الان خونه کی داریم میریم خونه من نه بعد از خونه تو امیر میریم آریا استودیو آریا چیزه حالا یه رستوران داره آریا دوستم اینجا ما میریم توش پادکست میگیریم یه استودیو هم در آوردیم توش اوه چه با یه مکان چند منظوره است حقیقتا بریم ای بر ما تو ایران میریم این چی میگفتیم اون جاسک جاسک؟ آره جاسک آره جاییه که چند منظور هست جاسک دارم برای تو جاسک این جاسک عشق هستم هستی من خیلی دوست داشتم آقا از کنسرت هم برات از کنسرت برام بگو خیلی دارم میخواد بدونم ببین چون من میس کردم دیگه نتونستم بیام کیرم تو همه چی خب
فقط کنسرت، جدی میگم خیلی حال میزنه، وای بهش قوی نه. بعد این کنسرت آخر تورنتو هم خیلی خوب بود واقعا، و هم خیلی شلوغ بود، هم پشمندش مونتریال بود، هم ما رو شومون خیلی کار کرده بودیم، یه مد مثلا احساس می‌کنم چند لول بهتر از قبل اجرا کردیم، هم من هم عرفان. بعد یه مثلا داستانی هم داشت شو بم، می‌دونی همینجوری، بعد ویژوالای خیلی همین بود فارس میگه اینجا نیست، نه برو راست، ولی از همین سوراخیه برو بهت میگم، چون من اینجا خونه گرفتم یاد باشه دیگه. آره عربی می‌کرده بودم، من اون موقع بالا بودم، گوردان یانگ بودم، الان یه چیز دیگه هم. خب ببخشید طرفت، عرفان تمرین کرده بودیم. آره خیلی تمرین کرده بودیم و خلاصه خیلی چسبید دیگه. بعد الان منتظرم که شوهای بعدی رو چیز کنیم، شروع کنیم، شاید پاریس یه شو بذارم، شاید کار اینجوری بکنم. چند نفر اومده بودن تورنتو؟ آمار دادی؟ آره 500 نفر در اومده بودن. خیلی خوبه، من یادم اولین باری که مثلا 500 تا آدم بعد مثلا زد بازی ما سالونی که کنسرت گذاشتیم نمیدونم، من عدد دقیقی نمیدونم چند نفر اومده بودن راستش رو بخوای، ولی هول و هوش هم میدونم با امیر حسین بابا کوسی اومدش، ولی سالونی که ما گذاشتیم ما دو نفری گذاشتیم مثلا. خب دو نفری این هم آدم آوردیم خیلی خوب بود. تو عرفان فقط؟ آره دیگه، میدونی بعد واقعا چه اسبی داشت. ونکوور هم خوب بود؟ ونکوور هم خوب، ونکوور که اومدی نبودی؟ ونکوور سولد بود دیگه. ونکوور هم نه، ونکوور تو خونه من بودی، هر روز شنیدم عرفان گفتش که هر وقت جدی رو رد میشه میگفتی سلام سوه تو من علی همه چه کنیم سلام سوه، ولی من دوربین کامل خاموش کرده بودم همه دوربین ها رو وقتی که جدی میگی؟ چون من خونم سنسور داره دیگه. تو خدا خاموش کردی دوربین ها رو. آره بعد شما که رو همین رفتین آقا این گفته اینجا تو این ویدیو که من دوربین ها رو خاموش کردم. آره آره یه استرسی که من داشتم این مدت طولانی الان اینجا رو کنم عرض اینه که اون دوربین ها روشن بوده یا خاموش، ولی انقدر بچه گلی خدایی که هیچ وقت داشت مطرح هم نکردم. نه اتفاقی که افتاد وقتی که تو خونه شما راه می‌رفتیم برای من سنسورها می‌زد. خب بعد خب من عادت نداشتم دیگه، اولش اون نروس شدم مثلا ای چرا سنسور، بعد او بچا، بعد یکی دو بار وضع شدم دیدم مثلا دارین پارتی میکنین و شب بود دارین با هم دیگه میگی میخندین چند نفر دور همین، بعد دیگه چیز کردم اومدم سنسور رو قطع کردم. اوکی. بعد چون چتم اصلا یادم رفت که دیگه دوربینم، شما برگشت خونه من رفتین یه 4-5 روز گذشته بود، گفتم ای راستی من دوربین اصلا روشن نکردم، نکنم مثلا واسه کنم خونه آتیش گرفته مثلا خبر ندارم 5 روزه. ها دوربینو واسه کردم، حالا هیچ کدوم دوربینا واسه نمیشه. ای شما هم رفتین 5 روزه دوربینا واسه نمیشه، میگم چرا خه میتونه اینجوری باشه؟ مثلا فکر کردم گفتم تنظیم اینجوری باشه که بر رفته باشه. بعد شدم به سیستم گرمایی خونه دیدم اونم قطعه، اونم که دیگه قطع دیدم قطعه بودم خیلی خوب، پس احتمالاً برق رفت و دو ساعت بعد همه چی واسه شد. ولی دقیقاً فکر کنم همون لحظه‌ای که من بعد 5 روز تصمیم گرفتم چک کنم دوربینا که او راستی برم سنسورها رو دوباره روشن کنم، چه خبره، چون کاری که رفتم تو تلفن نوتیفیکیشن تلفن رو خاموش کردم کامل، بلکه روشن کردم هیچی نمیومد. خیلی بانمک بود اونجایی که من دنبال نمک میگشتم یهو گفتیم اونجا. آقا تو LA بود سهیل، بعد ما خونهش بودیم، بعد من دنبال نمکدون میگشتم، بعد یه صدایی اومد گفت علی اون کماد آخر یخچال نمیدونم چی چی کجا بود، کماد آخر کجا بود بغل خونه. من این برابر نگاه میکردم عرفان گفت سهیل اقتصادیه. عزیزم اول بعدش همه رو خاموش کردم که گفتم دیگه هر غلطی میخوام بکنم. حالا الان داریم میرسیم خونه من، حیف شد خواستم این خاطره تعریف کنم. تعریف کن. خب دقیقا یه دقیقه 5 دقیقه فوقش میشیم اینو تعریف کنم، خیلی باحاله. آقا شب قبل کنسرت بود، بعد قبل کنسرت هم بود، دو سه روز مونده بود به کنسرت. بعد خب منم خیلی تمرین کرده بودم دیگه، آماده بودم دیگه، میرفتم بیرون شبا رو با بچه ها. بعد ایرفون ولی نمیومد بیرون، ایرفون جدیدن اصلا خیلی آروم شده. بعد آقا با هم دیگه با دوستان بودیم مثلا داونتاون و فلان و اینا، یه جایی بودیم یه عالمه آدم با ما بودن، بعد یه داستان یه عالمه آدم ولی خیلی نبودیم، مثلا 5-6 نفر بودیم، ولی خب بودن دیگه 5-6 نفر، این یه اوبر جا نمیشه. بعد یه هم اومدیم از اونجا بریم، یه جوری شده بود که من نمیتونستم بپیچم، خب یه طرف اینا رو باید گردم میگرفتم، یه جوری تازه هم اومده من ونکوور جایی هم نبود، فهم میتونستم بگم بیان خونه تو. آقا من گفتم اینا بیان خونه تو، اینا اومدن خونه تو ساعت چند صبح رفتن خونه، فکر کنم مثلا 9 صبح.
بعد داشتن میرفتن عرفان داشته میومده. خب بعد عرفان میشناسه یه سریشونو و اینا رو که دیده گفته اوه اوه اوه. بعد آره سمت راست خونه هم تا همین جاه ولی میتونی اینجا بچرخید. بعد عرفان اینا رو دیده فهمیده چه خبره، اومد تو خونه میگم داشتی یه لوک بدی به من داد که اصلا شاکی هم دست سنگین. چرا؟ بعد من یهو ریلایز کردم که فاک راست میگی، خونه سوهلیم و فلان و این صحبت ها. بعد داشتی بهت میگم اصلا تو مثلا یکی دو روز اول همش استرس داشتم، ما نریختیم تو خونه سوهل و هر کاری بگی کردیم، هر کسافت کاری که بگی الان سوهل رو بدبخ میگه مثلا اینه چی کار دارم میکنم. من که تو امروز نمیدونستم این اتفاق افتاده اولا. جدی میگی؟ با خدا تو من بچم ساعت 2 3 ببینم ذره تعریف کنم کوسچرو یه ذره بخندم. تازه الان سانسور کردم خیلی سعی کردم خیلی مراعات کنم واجی. نه من حالا یه چیز جالب، من به یه نفر گفتم که آقا من برای برنامه هم یه خانومو لازم دارم، بعد یه خانومی معرفی شد، خانم اومد خونه من، بعد خودش اتوماتیکلی وصل شد به چیز به وای فای. حالا گفت اوه من اینجا بودم، جیدار منو آورده اینجا. عزیزم نکن، عزیزم نکن. اصلاً نه. نه بابا. نه. شازی. شازی چه؟ خیلی خوب. این است که بعد. اینو دیگه برو چپ یه خاطره بسه. داره خراب به جای باری میکشه. ونکوور خیلی کوچیکه آخه فکر میکنم واقعا. آره خیلی جدی نگاه کن دیگه. اینجا هم البته همینجوری تورنتو مثل تهران میمونه. من احساس میکنم مثلا تهران دارم زندگی میکنم واقعا. ولی من تورنتو رو خیلی دوست دارم خدا وکیلی. باز چه داری؟ خب بیا اینجا یه مدت زندگی کن. نمیتونم به خاطر بچه نمیتونم. من دو تا زندگی دارم دیگه. آره راست. یه سینگل سینگل لایف دارم یه دونه فامیلی. بچه‌هات خیلی بمبند داشتی خدا نگهرشون داره. یادت اون کنسرت اولیه ونکوور چقدر من بازی کردم با پسرت؟ آره داشتم اتفاقا برای پوریا درست میگم؟ پارسا اشتباه میگم. داشتم برای پارسا میگفتم، گفتم که پارسا تمام شب پاشا با علی بود. مثلا ما نیدیم. همش رو کول من بود. اینا پارتی میکردم با پاشا بازی میکردم. خیلی با نمکه آخه ماشاءالله خیلی هم باهوشه. برعکس یه اپیزود کوچولو مایک تو لطفا به من بده. او ای با اون بالاست. خب پس من چیزش بودم. دمت گرم. Love you guys. Bye.